سلام و خوش اومدید به کانال گیم یار. اومدم پیشتون با یه ویدیو آموزشی در مورد اینکه چطوری لگمون رو توی بازی جی تی آی وی کاهش بدیم یا به عبارت دیگه اف پی اس یا فریم بر ثانیه‌مون رو افزایش بدیم. کارمون به دو قسمت تقسیم میشه در واقع. یه قسمتش که بک گراوند بازی و فعالیتایی که ویندوز داره بک گراوند بازی انجام میده و یکیش هم تنظیمات خود بازی. اولی اشاره می‌کنیم به بک گراوند و نکات مهمش. دو تا نکته مهم توی بک‌گراند اینه که حتما اگه لگتون زیاده اینترنتتون رو قطع کنید، یک، و آنتی ویروستون رو غیر فعال کنید. این دوتا خیلی کمک میکنه. من خودم به خاطر نرم افزار ضبطم هم اینترنتم باید وصل باشم، باید آنتی ویروسم روشن باشه چون اینترنتم وصله و خب این تاثیر میذاره روی FPS یا لگتون. پیشنهاد میکنم حتما اول اینترنتتون رو قطع کنید بعد آنتی ویروستون رو قطع کنید. خطریه، حتی وقتی هم که آفلاین هم باشید بازم یه خطراتی داره، یه ریسکایی هست، ولی این توی بک‌گراند خیلی کمک میکنه. حالا هرچی نرم افزار دیگه دارید اگه قطع بشه بهتره، مثلا اگه تلگرام فعال بک‌گراند یا مثلا آهنگ داره پخش میشه چه میدونم این چیزا، همه تاثیر میذاره. و اما تنظیمات خود بازی که وقتی بیان وارد قسمت گرافیکس بشید تاثیرش رو میبینید. در واقع چند تا چیز مهمه توی تنظیمات بازی که توی لگ خیلی تاثیر میذاره. اولیش ویدیو موده، دومیش که از همه مهمتره تکسچر کوالیتیه، بعدم ویو دیستنس و دیتیل دیستنس که بهشون اشاره میکنیم. شادو کوالیتی هم تا حدی تاثیر داره. ویدیو مود در واقع تاثیر بسزایی داره ولی خیلی این پایین نشون نمیده. واسین الان بگم منظورم از این پایین چیه. یه قسمت اینجا وجود داره این پایین که الان برای من با رنگ سبز به اسم ریسورس یوزج، مثلا الان زده من از 1320 مگابایت موجود دارم 310 تاش رو استفاده میکنم، یعنی من خیلی جا دارم که تنظیماتمو ببرم بالاتر و خب موقع ضبطی که تنظیماتمو میارم پایین تا روونتر بشه بازی چون آنتی ویروس هم همه روشنه و این نشونتون میده. مثلا اگه اینو برید بالا، یعنی اینجا پایین تو قسمت سبز زده که دارم از مموری بیشتری استفاده میکنم. ویدیو مود توالت عادی رو 1920 در 1080 که من خودم میارمش پایین، میارم رو 1280 در 720 موقعی که میخوام ضبط کنم. میتونید کم و زیادش کنید، امتحان کنید ببینید با کدوم بیشتر سازگاری دارید. اسپکت ریشیو که نسبت طول برز اصلا مهم نیست. و اما مهمترین عامل تکسچر کوالیتی که کیفیت تکسچرها و سطوح بازیه که من گذاشتم رو میدیوم. این خیلی مهمه و عمده تاثیرش تاثیر کارهایی که میخوام انجام بدیم از طریق تکسچر کوالیتیه. مثلا من بذارمش رو های میره 629 مگابایت از 1320، لو 256، میدیوم 310، یو از لو به های 319 تا اضافه میشه. این خیلی مهمه. Reflection Resolution، Water Quality و Shadow Quality خیلی تأثیری ندارن. Reflection Resolution که کیفیت Reflection هایی که Reflection نور و اینجور چیز هاست، میتونید خاموش کنید، میتونید بذارید رو لو. خاموش با لو فرق میکنه خیلی، ولی بقیهش آنچنان فرقی نداره. پیشنهاد میکنم بذارید رو لو چون خیلی تأثیر نمیذاره رو رمتون، تأثیر چندانی نداره، ولی تو خود بازی که وارد میشید و سطوح میبینید خیلی تاثیر داره، یعنی میارزه بذاریدش رو لو. واتر کوالیتی هم که کیفیت آب تاثیر نداره. شادو کوالیتی، من شادو همیشه آف میکنم. شادو به نسبت تاثیر بیشتری داره ولی تو بازی خیلی به چشم نمیاد، مخصوصا موقعی که دارم گیم پلی زفت میکنم خاموشش میکنم چون معلوم نمیشه. تکسچر فیلتر کوالیتی هم توی ریسورس یوزج نشون نمیده ولی تو بازی تاثیر داره، مخصوصا توی دیدتون خیلی تاثیر داره. من میذارم رو تری لاینار که مموری کمتری مصرف کنه موقع ضبط. نکات بعدی چیه؟ ویو دیستنس، دیتیل دیستنس و ویکل دنسیتی. ویو دیستنس در واقع فاصله ایه که شما میبینید از دور، اینم خیلی رو رم تاثیر داره. من میذارم رو سی. این ترتیب 30-38 بد نیست. حتی اگه این ویو دیستنستون رو بیارید روی یکم بذارید بازم کلیات معلومه هنوز. پیشنهاد میکنم اگه نمیکشه بیاریدش پایین چون
به جزئیات بازی کمک میکنه، ولی خب میگم حتی موقع بازی کردنم ممکنه به چشم نیاد، چه برسه موقع گیم پلی ضبط کردن. دیتیل دیستنس در واقع فاصله ای که جزئیات نمایش داده میشه، مثلا سطل آشغال ها، کاغذهایی که تو بازیه، چه میدونم چیزای ریز، با این دیتیل دیستنس مثلا نرده ها یا خیلی چیزای دیگه، این هم میتونید کم و زیاد کنید. و اما ویکل دنسیتی که تراکم ماشین هاست توی بازی که خیلی تاثیر چندانی نداره. برای من که اینطور بوده، من برای اینکه بازی خلوت چه گذاشتم رو 8، مثلا اگه بزنم رو 100 تعداد ماشینایی که توی کوچه و خیابون میبینم خیلی بیشتر میشه، من خودم همیشه کم میکنم که یکم گاز بدم اونجا اقدام خالی شه. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید واقع شده باشه و منتظر ویدیو بعدی گیمیار باشید. حتما ما رو تو آپارات یوتیوب دنبال کنید و تا ویدیو بعدی خداحافظ همگی.